شرکت نینتندو با انتشار تریلر جدیدی از گیمپلی بازی اسپلاتون 3 تاریخ انتشار اون هم مشخص کرد. این بازی تو ماه سپتامبر سال جاری منتشر میشه. تریلر جدید منتشر شده از بازی اسپلاتون 3 شامل بیش از 3 دقیقه ویدیو از نبردهای آنلاین 4x4 این بازی میشه. حالت آنلاین این بازی شامل ترکیبی از مراحل جدید خواهد بود و طرفداران این بازی را به چالش خواهد کشید. همینطور این ویدیو یک مرحله جدید به نام ایل تیل علی و یک سلاح جدید به نام استرینگر را به تصویر می‌کشه. علاوه بر این، بازی اسپلاتون 3 شامل یک بخش کمپین تک نفره جدید و یک نسخه جدید از حالت سالمون ران میشه. شرکت نینتندو و استودیوی مونولیت سافت به عنوان ناشر و توسعه دهنده این بازی تو ماه فوریه سال جاری میلادی اعلام کرده بود که اسپلاتون 3 تو فصل تابستون سال 2022 میلادی به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سویچ منتشر میشه. اما حالا تاریخ دقیق 18 شهریور 1401 یا 2 سپتامبر 2022 برای عرضه این بازی در نظر گرفته شده. همینطور شرکت نینتندو بسته گسترش دهنده اوکتو اکسپنشن از بازی اسپلاتون 2 رو هم به سرویس نینتندو آنلاین اضافه میکنه. الکترونیک آرتس و کدمسترز به صورت رسمی از بازی F1 2022 رونمایی کردند و همینطور اطلاعات مختلفی از این اثر منتشر شد. بازی F1 2022 قراره تو تاریخ 1 جولای 2022 10 تیر 1401 برای پلی استیشن 5، پلی استیشن 4، ایکس باکس سری XS، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه بشه. این عنوان شامل مسابقات قهرمانی جهانی فرمول 1 با اتومبیل‌های هیبریدی جدید و قوانین بازنگری شده از جمله مسابقات F1 اسپرینت است. F1 2022 با گزینه‌های جدید امرسیو و برادکست که بر دوره‌های ترکیبی و دوره‌های خودروی ایمنی تأثیر می‌ذاره، تجربه‌ای خاص و قابل اصلاح تو روز مسابقه رو نشون میده.
طبق گفته الکترونیک آرتز در F1 2022 گزینه‌های تمرینی جدید، هوش مصنوعی تطبیقی، منوهای قابل دسترسی و هندلینگ طراحی شدن تا به بازیکنان کم تجربه اجازه بدن به سرعت و بدون نیاز به درک پیچیدگی‌ها وارد عمل بشن. بازی F1 2022 شامل یک حالت جدید به نام F1 لایف هست که بنابر اعلام الکترونیک آرتز به بازیکنان اجازه میده به دنیای پرزرق و برق فرمول 1 قدم بذارن. این بخش به عنوان یک بخش قابل تنظیم برای نمایش مجموعه ای از ابرخودروها، لباسها و لوازم جانبی که از طریق گیم پلی به دست میان توصیف شده. همینطور اشاره شده که نسخه رایانه‌های شخصی بازی F1 2022 از قابلیت VR از طریق Oculus Rift و HTC Vive پشتیبانی می‌کنه. تو این بازی بخش استوری مود وجود نداره که بنابر گزارش ها به دلیل محدودیت های زمانی حذف شده. Final lap of the race. به گفته مدیر ارشد نوآوری کدمسترز در F1 2022 در کنار تغییرات دنیای واقعی، بخش فیزیک برای مطابقت با قوانین جدید هوا و مدل لاستیک مجدداً به روز رسانی شدن و هندلینگ هم واقعی تر شده. بازیکنان هم اکنون میتونن F1 2022 Champions Edition رو پیش خرید کنن. در صورت خرید این نسخه قبل از تاریخ 16 می میتونید 3 روز دسترسی زود هنگام به علاوه یک بسته محتوای الهام گرفته از میامی رو دریافت کنید. Drive. We did it. Good job.
go! Another excellent win from Ferrari. اگه میخوای بازی‌های مورد علاقت رو از استور پلی‌استیشن دانلود کنی، میتونی گیفت کارت پلی‌استیشن استور بخری و از بازی‌های جدید لذت ببری. شما میتونی گیفت کارت آیتونز بخری و برنامه مورد علاقت رو بی دردسر دانلود کنی. شما هم اگه از شنیدن تبلیغات بین آهنگا خسته شدی، میتونی اکانتت رو RJ پریمیوم کنی و موزیک با کیفیت بالا و بدون تبلیغ گوش کنی. چجوری؟ کافیه برید تو سایت giftino.net و گیفت کارت مورد نظرتون رو بخرید. گیفتینو جاییه که میتونی گیفت کارت های آیتیونز، ایکس باکس، پلی استیشن، نتفلیکس، مسترکارت، ویزا کارت، گوگل پلی و اکانت پریمیوم رادیو جوان رو تهیه کنی. گیفتینو معتبرترین مرجع خرید گیفت کارت های بین المللی. رفیع بازی ماریو کارت تور. نمیتونیم منکر این باشیم که مجموعه ماریو کارت یکی از بهترین و قدیمی‌ترین مجموعه های کارتینگ آرکیده که شخصیت های بازی نینتندو رو دور یک دیگه جمع کرده. چند سالی هستش که شرکت نینتندو نگاه ویژه‌ای به پلتفرم موبایل داره و شاهد عرضه بازی‌های مختلفی از مجموعه‌های محبوب این شرکت روی سیستم عامل‌های اندروید و iOS هستیم. تو سال 2019 نینتندو بازی ماریو کارت رو روانه بازار کرد. اگه قادر به تجربه ماریو کارت 8 دیلوکس روی نینتندو سویچ نیستین، ماریو کارت تور میتونه گزینه مناسبی برای موبایلرها باشه. مکانیسم های گیم پلی بازی به گونه ایه که میتونین به خوبی با اون ارتباط برقرار کنین و ویژگی های دوست داشتنی مجموعه در این نسخه هم قرار داده شده.
برای اول شدن جعبه ها رو بردارید و به واسطه ی آیتم داخل اون بقیه رقبا رو از کورس اول شدن خارج کنید. اگه به دنبال یکی از بهترین بازی‌های آنلاین اندروید هستید، حتما ماریو کارت رو تجربه کنید. نسخه واقعیت مجازی بازی امانگ آس معرفی شد. استودیو اینر اسلاث نسخه واقعیت مجازی بازی امانگ آس رو معرفی کرد که تو تعطیلات سال جاری میلادی در دسترس کاربران قرار میگیره. امانگ آس رو میشه یکی از سرگرم کننده ترین بازی های گروهی دونست که مخاطبان زیادی داره. استودیو اینر اسلاث با ارائه آپدیت های مختلف سعی کرده تا تجربیات کاربران رو بهبود ببخشه و گسترش بده. برای مثال اخیراً پشتیبانی از 15 بازیکن به بازی اضافه شد و شاهد نقش های بیشتری تو بازی هستیم. با این حال، استودیو اینر اسلاث به همراه استودیو اسکل گیمز و ربات تدی مورد ویژه‌ای رو برای کاربران امانگ آس در نظر گرفتند و اون هم چیزی جز نسخه واقعیت مجازی بازی نیست. به تازگی امانگ آس وی آر با پخش یک تیزر برای متاکوست 2 و استیم وی آر شامل HTC وایو، آکیولس دریفت و والو ایندکس معرفی کرد. نسخه واقعیت مجازی امانگ آس تو تعطیلات سال جاری میلادی عرضه میشه. با توجه به تریلر منتشر شده به نظر میرسه استراب و ترس از انجام مأموریت‌ها و گشتن تمامی گوشه و کنار یک اتاق تو راستای عدم حضور ایمپاستر به خوبی تو نسخه واقعیت مجازی بازی شبیه سازی شده. با اینکه سکانس کشته شدن هم تیمی ها دیده نمیشه، اما بقیه بخش های بازی جلوه جالبی دارن. پس از انتشار شایعات مختلف، سرانجام شرکت یوبی سافت به صورت رسمی از بازی رینبو سیکس موبایل رو نمایی کرد.
بازی رینبو سیکس موبایل یه شوتر اول شخص تاکتیکی رایگان به شمار میاد که توسط یه تیم جدید و اختصاصی توی استدیوی یوبیسافت مونتریال در دست ساخت قرار different choices how we might have ended up no I like the hand we've been dealt تاریخ عرضه بازی Uncharted Legacy of Thieves Collection روی پلتفرم پی سی از طریق فروشگاه اپیک گیمز تایید شد. اوایل امسال بود که تاریخ احتمالی انتشار بازی Uncharted Legacy of Thieves Collection برای پی سی تو دیتابیس استیم دی بی دیده شد، اما حالا صفحه اخبار فروشگاه اپیک گیمز رسماً تایید کرده که کالکشن بازی‌های آنچارتد تو تاریخ 20 ژوئن 2022، تو تاریخ 20 ژوئن 2022 یا 30 خرداد 1401 برای کامپیوترهای شخصی منتشر میشه. باندل بازی‌های آنچارتد تابستان سال 2021 تابستان سال 2021 توسط سونی معرفی شد. در اون زمان مشخص شد که استدیوی آیرون گالکسی وظیفه آماده سازی نسخه پی سی این مجموعه را بر عهده داره. جزئیات بیشتر درباره این بازی از جمله مشخصات سیستم مورد نیاز و بهبودهای اون نسبت به نسخه اورجینال با نزدیک شدن به زمان عرضه بازی اعلام میشه. Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Hang on! Oh, crap! Everyone obsessed with this treasure gets what they deserve. Are you ready to seek your fortune? این مجموعه شامل ریمستر آنچارتد 4 و همچنین آنچارتد دلاست لگسی میشه و قبل از این برای پلی‌استیشن 5 عرضه شده بود. این برای اولین بار هستش که شاهد انتشار نسخه ای از آنچارتد روی کامپیوتر میشیم و این موضوع قطعا خبر خوبی برای کاربران این پلتفرم محسوب میشه. همینطور از اونجایی که اعلام شده با نسخه ریمستر شده از دو بازی موجود این مجموعه طرف هستیم، میشه انتظار بهبودهای بصری مختلفی رو نسبت به نسخه های اصلی داشت. بازی Uncharted Legacy of Thieves Collection PlayStation 5 با قیمت 49.99 دلار عرضه شد. اما اگه حتی فقط صاحب نسخه PS4 یکی از دو بازی این کالکشن باشید، با پرداخت $10 روی کنسول PS5 صاحب Uncharted Legacy of Thieves کالکشن میشید. پشتیبانی از قابلیت‌های دوئل سنس، بارگذاری سریع بازی، رزولوشن و نرخ فریم بالاتر و افزایش جزئیات تصویر و صدای سه‌بعدی تو بعضی از بخش‌ها از جمله پیشرفت‌های نسخه PS5 این مجموعه نسبت به بازی‌های اصلی است. امیدواریم از این قسمت برنامه جویستیک لذت برده باشین. ما رو از نظرات و پیشنهاداتون برای بهتر شدن برنامه آگاه کنید. با ما میتونین از طریق پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب برنامه به آدرس جویستیک تیوی شو در ارتباط باشین. کانال یوتیوب جویستیک رو دنبال کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن کنین. داخل کانال یوتیوب ما مصاحبه ها، گیم پلی ها و آرشیو کامل برنامه ها رو میتونین ملاحظه کنین. اگه تمایل به اسپانسرینگ برنامه دارین، به ما در اینستاگرام پیام بدید. با آرزوی هفته گیمی شاد و موفق، تا برنامه بعد.